فرانسه روز گذشته بر اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل برنامه اتمی این کشور تاکید کردند. برنارد کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه پس از دیدار با فرانکو فراتینی همتای ایتالیایی خود در پاریس با هشدار به تهران درباره شکست مذاکرات اتمی به خبرنگاران گفت این امر می‌تواند تحریم‌های جدید را به دنبال داشته باشد. به گفته آقای کوشنر، کشورهای غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در حال پرداختن به این موضوع هستند. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز اعلام کرد تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند ابزار پیشگیرانه مناسبی باشد تا به گفته وی کشورهای دیگر علیه برنامه اتمی ایران به زور متوسل نشوند. محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه در یک نشست خبری که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، هشدار داد هر کشوری که تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کند، از این اقدام پشیمان خواهد شد. گزارشی در این باره. محمود احمدی نژاد اگرچه تأکید کرد که گفتگوها برای تبادل سوخت اتمی در جریان است، اما تهدید کرد چنانچه کشور یا کشورهایی بخواهند تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کنند، پشیمان خواهند شد. البته اگر کسی علیه ایران اقدامی بکنه، دیگه پاسخ ما مثل دفعات گذشته نیست که با نصیحت و با روشنگری و هی بخوام توضیح بدیم و نه، حتما عمل متقابلی انجام خواهد شد که مثل همیشه اونها رو پشیمون میکنه. رئیس جمهوری ایران با اشاره به آزمایش نسل تازه سنتریفیوژ ها گفت ظرفیت این سنتریفیوژ ها 5 برابر سنتریفیوژ های موجود است. نسل جدید سنتریفیوژ ها رو هم آزمایش کردیم و مراحل نهایی رو داره میگذرونه. اونا ظرفیتاش تا 5 برابر سنتریفیوژ های موجوده. در آینده نزدیک اونها رو استفاده خواهیم کرد برای سوخت نیروگاه هامون. به گفته محمود احمدی نژاد، غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران آغاز شده و آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز آن را تایید کرده است. همزمان با کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در تهران میزبان همتای ترکیه‌ای خود بود. متکی در گفتگوهای دیروز با احمد داوود اوغلو به پرونده هسته‌ای ایران پرداخت و گفت تهران هر طرحی در مورد مبادله سوخت اتمی با قدرت‌های بزرگ را بررسی می‌کند. منوچهر متکی گفت ما هر گونه نظر و ملاحظه ای رو که از طرف‌های مختلف مطرح بشه، پیشنهاد بشه، چه مستقیم چه از طریق آژانس، ضمن اینکه روند طبیعی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه داره، می‌شنویم و مورد بررسی قرار می‌دیم. در تحولی دیگر، جنرال مایک مولدن، مشاور ارشد نظامی رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه گفت همه گزینه‌ها برای مقابله با برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای جمهوری اسلامی روی میز است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که به اردن رفته است گفت با این حال باراک اوباما هنوز خود را متعهد به استفاده از راه حل‌های دیپلماتیک در برابر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی می‌داند. عینک نگاهی داریم به چند روزنامه معتبر جهان. روزنامه معتبر نیویورک تایمز چاپ آمریکا در گزارشی از شهر جده در عربستان سعودی می نویسد که خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده در آستانه پایان بازدید 3 روزه خیش از خاورمیانه بر شدت لحن خود در ارتباط با ایران افزوده است و روز سه‌شنبه گفته است که اگر ایران به یک سلاح هسته‌ای دست یابد، مسایلی بس خطرناک پیش خواهد آمد و یک مسابقه بالقوه تسلیحات هسته‌ای در منطقه به راه خواهد افتاد. به گزارش نیویورک تایمز، خانم کلینتون در اشاره به اصرار رهبران ایران دایر بر ماهیت غیر نظامی برنامه هسته‌ای ایران پرسیده است، آنها چرا چنین کاری می کنند؟ شواهد و مدارک این حرف آنان را تایید نمی کند. و اما روزنامه آمریکایی بوستون گلوب در تازه ترین مقاله خود در ارتباط با ایران می نویسد که یک فیلم سینمایی ایرانی موسوم به شکارچی به کارگردانی فردی به نام رفیع پیتس روز سه‌شنبه در جشنواره سینمایی برلین در آلمان به روی پرده رفته است. تمرکز این فیلم بر حکایت مردی است
که همسرش در تیراندازی میان پلیس و معترضان در ایران جان داده است. پیتس که در تهران رشد و نمو کرده و ساکن بریتانیا و فرانسه بوده است، میگوید که به باور او این یک فیلم بی‌طرف است و این شایستگی را داراست که در داخل ایران نیز بر روی اکران قرار گیرد، ولی می‌افزاید نمی‌تواند حدس بزند که آیا فیلم در ایران نشان داده خواهد شد یا نه و اگر بله کی. و روزنامه لس آنجلس تایمز در غرب آمریکا به برنامه هسته‌ای جنجال برانگیز ایران می‌نگرد و می‌نویسد که آمریکا و فرانسه و روسیه در یک نامه مشترک به یوکیا آمانو، رئیس جدید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام داشتند که طرح ایران دایر بر غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا این شک و شبهه را تقویت می‌کند که ایران جویا و پویای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای است. این در حالی است که مسکو در گذشته تلاش کرده است از شتاب تنبیه‌های مد نظر غرب پیرامون ایران بکاهد.